و اما صحبت امروز بیندای گرامی صحبت کمک متفاوت است، شاید برای بعضها جالب باشه. دنیای امروزی دنیای دیروزی نیست. در دنیای دیروز ما صفا داشتیم و محبت داشتیم و راستی بود و همدلی بود و همدگر پذیری بود. دنیای مطلب و فرصت طلبی کمتر بود و اگر هم بود بسیار انگشت شمار بود. اما گذشت روزگار و بخصوص 20 سال جمهوریت همه تقریبا همه ارزش ها را از ما گرفت. یعنی دنیای ما کاملا متفاوت شد. همه گی دنبال فرصت روان است و هر کدام در تلاش است که با مطلب آشنایی چگونه خود به هدف خود برسانه. و این دنیا واقعا دنیای انسانی نیست، چون وقتی در دنیایی که مهر و عاطفه و محبت وجود نداشت و همه ارزش ها روی مسائل مادی محاسبه شود، این دنیا دیگه امو ارزش خود از دست میده. و بدبختانه ما در چنین زمان فعلا زندگی میکنیم. در گذشته ها وقتی ما میگیم، خب تا جایی که خود و یادم هست، حداقل 55 سال زندگیم یادمه، بیترین انسان هایی در کشور ما وجود داشت. شما در اون وقت زمان نوشته های توریست ها رو بخونه، نوشته های کسایی که به افغانستان سفر کرده بود بخونه، در اون وقت هم مردم ما غریب بود از برکت 40 سال حکومت ظاهر شاه. مردم ما بیسواد بود از برکت حکومت ظاهر شاه. اما آرام بود و با اینمی ناداری خود در سر تا سر دنیا به نام کشور مهمان دوست یاد می شد. اگر خود در خانه خود یک نفر یک لقمنان داشت، اموره وقتی مهماندار می شد یا یک بیگانی رو می دید یا گفتی مردم ها غریبی رو می دید، اموره با او شریک می ساخت. و ای اما هم که انسانیت نشان میده، احترام به انسان و انسانیت نشان میده. ولی با تاسف، با درد که امروز ارکی پول داشت و ارکی نان داشت، دور دسترخوان همو همگی جمع است و دنیای از مقصد و مطلب آشنایی اونجا جریان میداشته باشه. در رابطه بیندگرامی مطلبی را برای شما انتخاب کردیم که امیدوار استم مورد توجه شما سروران گرامی قرار بگیرم. انسان های مطلب آشنا و فرصت طلب که ها ان؟ انسان های مطلب آشنا و فرصت طلب اصطلاحی هست که به افراد اشاره دارد که در مواقعی که به نفع خودشان است به دیگران معروف و آشنا میشن و از فرصت های موجود بهره برداری میکنن. این افراد به طور معمول به دو نحوه تعریف میشن. انسان های مطلب آشنا افراد هستند که در ارتباطات خود با دیگران به دنبال برقراری ارتباطاتی هستند که در نهایت میتونه برای آنها منجر به بهره برداری از فرصت ها یا مزایا شود. و فرصت طلبان افرادی هستند که به دنبال استفاده از هر گونه فرصت موجود برای بهبود وضعیت شخصی خود هستند و ممکن است در این را از دیگران بهره برداری کنند. یعنی معمولا این اصطلاح به صورت منفی استفاده میشه تا به افراد اشاره دهد که ارتباطات و روابطشان را فقط به منظور کسب به اصطلاح استفاده شخصی رابطه ها را برقرار میکنند و از دیگران استفاده میکنند. انسان های مطلب آشنا و فرصت طلب ویندوگرامی اصطلاحی است که در ادبیات اجتماعی و روابط انسانی به کار میره. این اصطلاح به دو نوع افراد اشاره میکنه که رفتارهای خاص در رابطه با دیگران دارن. مثلا اول انسان های مطلب آشنا که هستن. این افراد بیشتر به دنبال برقراری روابط اجتماعی هستن که به طور مستقیم برای آنها منافعی داشته باشه. این اگه منافعی نداشته باشه اساسا هیچ رابطه برقرار نمیکنن، فقط در جایی که ببینن یا خود تثبیت هویت تقلبی میکنن
چون چیزی که نداشته باشن او رو میخواین تعارض بتن و یا ای که منافعشون باشه، در غیر از او اساسا خود دور میگیرن. آنها به دنبال ایجاد و توسعه روابط با افرادی هستند که میتونن با آنها در دستیابی به هدفشان شخصی یا مسلکیشان کمک کنن. این تعداد مردم هم زیاد است. وقتی که میبینن که شما ارتباطات بسیار محکم دارین، ارتباطات قوی دارین، کوشش میکنن که دور شما جمع شون و از این ارتباطات شما استفاده کنن و خود زمینی معرفی بیشتر با دیگران به اصطلاح آماده بسازن. این سوی استفاده از رفاقت و از نزدیکی با شما هست. این افراد ممکن است ارتباطات خود را با فرد تنها به دلیل منافع مالی، فرصت‌های شغلی، قدرت یا سایر منافع شخصی برقرار کنند. بدبختانه از 1990 که ما رادیو رو شروع کردم و بعد اتحادیه بود و انجمن بود و این هان بود و حال تلویزیون، در این مسیر ما با تعداد زیادی از چنین هموطن ها برخورد کردیم و انسان های فرصت طلب یا فرصت طلبان، این افراد به دنبال بهره برداری از هر فرصتی هستند که میتوند به نفع شخصی یا مسلکیشان باشه. این قسم مردم ممکن است که در هر موقعیت حتی با استفاده از دیگران یا در مواقع ناسازگار سعی کنند که به منافع خود برسند. برای اون مهم نیست که در مسیر رسیدن به اهدافشان چقدر از خطهای قرمز عبور میکنن، چقدر دوستان خود از دست میتن، چقدر به دیگران ضرر میرسانن. برای چون مردم های فرصت طلب این مهم است که چگونه به اصطلاح خود به اهدافی که پیش خود دارن برسانن. و یک گونه افراد بیندگرامی معمولا توجه به ارزش های اخلاقی و احترام به دیگران را نشان میدن و اغلب فقط به خاطر تحقق هدفهایشان میباشه و بس. اما در مجموع اردوگرو افرادی هستند که در این اصطلاح ذکر شدن، معمولا ارتباطات و روابط انسانی را با توجه به منافع شخصی خود برقرار میکنن و در بسیاری از موارد ممکن است از دیگران بهره برداری کنن. اما این روابط هم خصوص بیندگرامی که چند نوع بعضی ها رابط خود برقرار میکنن، چنان با شما نزدیک میشن، چنان با شما نزدیک میشن که گویی از پدر و مادر و خواهر و برادر و همه چیز به شما نزدیکتر هستن. اما وقتی اهدافشان برآورده شد، وقتی امو نیتهایی که داشتن امو برآورده شد، چنان از شما فرار میکنن که اساسا شما را نمیشناسن. با چند نفر در زندگی ایتان برخورد کرده که چنین خصوصیات داشته؟ به یقین که زیاد بوده. اما خب بهتر است که آدم موقع نته به انسانهای فرصت طلب و انسانهای مطلب آشنا که عمیقا داخل زندگی ما شون و سوی استفاده کنن از اعتماد ما و خود به اصطلاح در جامعه معرفی کنن و بعدنش به تخریب شما آغاز کنن. چون افراد زیاد است. برای اینکه وقتی که کسایی که مطلب آشنا هستن، وقتی میبینن که در وجود شما به مزایای دست پیدا میکنن با شما نزدیک میشن. اما وقتی میبینن که از فرد دیگه که شاید با شما در تقابل قرار داشته باشه بیشتر استفاده میکنن، باز با شما سر دشمنی میگیره. اینجاست که باز رابطه ها هم خراب میشه، سخنچینی ها شروع میشه، خبر رسانی ها شروع میشه. پس بهترینش است وقتی شما احساس میکنین که کسی که با شما نزدیک شده از صداقت برخوردار نیست و فقط آمده که دنبال منافع خود میگرده، بهترین طریقه شمیست که شما خود کناره بکشین، خود دور بگیرین. چون هر قدر با این گونه مردم برخورد کنین، هر قدر با کسایی که سخنچین هستند و خبر این فرد به او فرد میبرن نزدیک باشین، او آدم گپ خود میزنه میره دنبال کار خود. اما این شما سین که با دنیای از استرس و دنیای از بدبینی و چرت زدن و فکر کردن به اصطلاح مصروف میشین. پس
برای از اینکه شما مصروف چنین روزگاری نشین، پس بهتر است اول کسایی که برای شما خبر از دوستانتان میاره، از آشنایتان میاره که در مورد شما چنین گفت و چنان گفت، اساساً توجه نکنین. با گفته مهدی سایلی، گر بدم گوید کسی از سوی من رویش ببوس، ورم را نکو بخواند بشنو باور مکن. و همچنین کسایی که میان با شما خود بدون از اینکه به اصطلاح کدام انگیزی دیگه داشته باشه خود نزدیک میکنن، بدانی که نزدیکی ها صرف بخاطر برقراری رابطه است که منافع خود در وجود شما جستجو میکنه. و امید از اینکه ما روز واقعا شاهد یک جامعه مطلق انسانی باشیم و با گفته مولانای بزرگ، دیشیخ با چرا همه گشت گرد شر، که از دیو دت ملولم و انسانم آرزوست.